مسئولان در امارات اسلامی میگویند که کنفرانس ملی کار به منظور یافتن راه‌حل‌های برای کاهش فقر و بیکاری در افغانستان برگزار شده و برای 2 روز ادامه دارد. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر در چوکات اداره‌های امارات اسلامی مشغول کار هستند. سرد دی چه پر افغانستان باندې ظالمانه او بی‌مفهومه مالی بندیزونه لګیدلې دي، خود افغانستان اسلامی امارت د بیکاری د پدیدې په وړاندې مبارزه له خپلو مهمو مسؤلیتونو او لومړیتوبونو څخه بللې او بولیې. ما برای پیشرفت تشبثات کوچک و متوسط و پشتیبانی بیشتر از این بخش با همکاری نیادهای مختلف سازمان ملل متحد تلاش کرده ایم. در نتیجه این تلاش ها توانستیم که در 2 سال گذشته برای 1.5 میلیون تن زمینه کاری فراهم سازیم. در همین حال معاون سیاسی ریاست الوزراء نیز یک بار دیگر تاکید می‌ورزد که سیاست امارات اسلامی اقتصاد محور است و این پالیسی را با گسترش روابط با کشورهای همسایه، منطقه و جهان دنبال می‌کنند. لی اقتصادی بندیزونو او مالی زیرمو لی کنگل سرسر لی پتح وروستا پا مصمیر او دوامدار توگا حسه کردی چی دی بیکاری معلول طولا پرتشوی عوامل تا دی حل لارا پیدا کردی او پاملارن ورته وکړي. زینی وقتونو که خو حکومتونه زینی اقدامات تر سرکی اغا یو نمایشی بند لری او یا یو پرمیشی حیثیت لری، واقعیت باندې نه بینا، یوازې د غلونې په خاطر باندې د خلکو. اما اسلامي امارت کوم قدمونه چې تر اوسه پورې اوچت کړي دي هغه واقعي دي. در سوی دیگر سرپرست وزارت‌های خارجه، زراعت، آبیاری و مالداری، صنعت و تجارت، معادن و پترولیم، اقتصاد، تحصیلات عالی و همچنین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر ادامه تلاش‌ها از بهر کاهش فقر و بیکاری و ایجاد زمینه‌های شغلی در بخش‌های گوناگون کشور تاکید می‌ورزند. اوس مهال د معدنو په سکتور کې په 40,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده او موږ پوره کوشش کوو چې داخلي او خارجي سرمایه گذارانو ته د سرمایه گذاری زمینه برابره کړو. افغانستان یک سرزمین زراعت و مالداری هست. زراعت و مالداری تهیه و تمویل کننده مواد غذایی است و هموار کننده پرش کار اشتغال برای ملت است. نورالدین عزیزی در این نشست تاکید می کند که وزارت صنعت و تجارت برنامه 5 ساله برای ایجاد فرصت های کاری برای بیش از 500,000 تن در کشور روی دست دارد. در صورت تطبیق برنامه های فوق ذکر، وزارت صنعت و تجارت در 5 سال آینده به همکاری سکتور خصوصی برای بیشتر از 500,000 تن از هموطنان زمینه اشتغال را فراهم خواهد کرد. کنفرانس ملی کار برای 2 روز ادامه دارد و در این 2 روز نهادهای امارات اسلامی، سکتور خصوصی، نهادهای بین المللی و استادان دانشگاه ها عوامل بیکاری را بررسی می کنند و راهکارهای عملی را برای کاهش فقر و ایجاد زمینه های کاری در کشور به کنکاش می گیرند.